43مین دور نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزیا آغاز شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا که ریاست این دور را بر عهده دارد در سخنان افتتاحیه خود چنین هشدار داد. تانتانگان ماسا دپان سماکین برات. ما درک میکنیم که جهان خوب نیست. آزمون‌های آینده به دلیل تلاش کشورهای بزرگ برای نفوذ کردن دشوارتر شده می‌رود. ولی آسیان توافق کرده است که آلای دست هیچ قدرت نباشد و به خاطر صلح و رفاه با هر کسی کار کند. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که در سالهای 1960 به هدف مخالفت با گسترش کمونیسم تأسیس شد، اتحاد و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در اولویت قرار داده است. ولی منتقدین میگویند که این امر دایره صلاحیت‌های اجرایی این انجمن را برای رسیدگی به موضوعات مثل خشونت‌های پس از کودتای 2 سال قبل در میانمار محدود کرده است. بر اساس معلومات برخی از دیپلمات‌ها، سران آسیان توافق کرده اند که میانمار نمیتواند تا ریاست دوره‌ای سال 2026 این انجمن را عهده‌دار شود. این کار تازه‌ترین ضربه بر تلاش‌های جنرالان حاکم در میانمار به خاطر کسب مشروعیت بین المللی دانسته می شود. اندونزیا با جز از حکومت نظامی در میانمار متباقی میان کشورهای عضو شاهد اعتماد بوده است. این زمان آن است که آسیان باید به دیالوگ فراگیر داخلی به عنوان کلید حل بحران سیاسی میانمار ادامه دهد. علاوه بر ادامه خشونت‌های مرگبار در میانمار، آسیان با اختلافات تازه پیرامون آب‌های تحت منازعه در جنوب چین و رقابت درازمدت ایالات متحده و چین نیز روبرو می‌باشد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.